عیسی مسیح ما، راه دیدار خدا. عیسی مسیح ما گناهانم بخشیده، عیسی مسیح ما قدرت من شکسته، عیسی مسیح ما خداوند شاه ما. اگر بر قدرت گناه تسلط یابی، چهرت مانند نور می درخشد. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بران چیره شوی. پیدایش فصل 4 آیه 6 تا 7. اگر به اعمال فصل 10 آیه 38 نگاه کنیم، می‌فرماید روی این زمین تمامی انسان‌ها به دلیل گناه اصلی زیر سلطه شیطان هستند. یعنی تمامی انسان‌ها در بند شیطانند و هر جا که او بخواهد می‌روند و زیر سلطه لعنت و مصیبت‌ها قرار دارند. به خاطر همین خداوند برای نجات همه انسان‌ها از زیر قدرت گناه، در بدن زن باکره توسط روح القدس قرار گرفته، به عنوان فرزند خداوند به روی این زمین آمد. پس هر کس که بخواهد از زیر سلطه قدرت گناه خارج شود، باید حتما با حیات عیسی مسیح، پیدایش فصل 3 آیه 15، سر شیطان را در وجود خود نابود کند. با این کار نه تنها از مرگ به حیات انتقال می‌یابیم، بلکه سر شیطان را له کرده بر قدرت گناه تسلط می‌یابیم و با قدرت مسیح فرزند خداوند شده از زندگی لذت می‌بریم. امروز هم اگر فرزند خداوند هستم، هر موقع که افکار تاریکی در ذهنم می‌آید، کافیست فقط با نام عیسی مسیح تمامی مشکلات را حل کنم. اگر این کار را نکنم، زیر سلطه شیطان که بر گناه تسلط دارد خواهم افتاد و با عصبانیت و نق زدن دیگران را اذیت می کنم. پس بیایید با قدرت اعلام کنیم: عیسی مسیح است. من فرزند خداوند هستم. تمامی مشکلات حل شده. ای شیطان از من دور شو. روح القدس مرا پر کن. بشارت جهانی. تا آخر این دنیا من شاهد خداوند هستم. عبادتی که خداوند از ما می خواهد چیست؟ خداوند برای اینکه ما را نجات دهد، پیدایش 3:15 حیات عیسی مسیح را داد تا هر که به او ایمان آورد، فرزند خداوند شده، از هویت و قدرت عیسی مسیح استفاده کند. پس باید اعلام کنیم عیسی مسیح است تا فیض خداوند را دریافت کنیم. اما بعد از گذشت زمان، قائن مسیح پیدایش 3:15 را فراموش کرد. قائن فرزند اول آدم و حواست. قائن کشاورز بود. اما روزی قائن عبادت ریختن خون، یعنی تسلط بر قدرت گناه با خون مسیح را از دست داد و با محصولی که از زمین به دست آورد عبادت انجام داد. برادر کوچک قائن نامش هابیل بود. هابیل چوپان بود. هابیل نخست‌زاده گوسفند خود را به خداوند تقدیم کرد و با ریختن خون خداوند را عبادت کرد. اما خداوند عبادت قائن را دریافت نکرد و فقط عبادت هابیل را پذیرفت. اما قائن در قلبش بسیار خشمگین شد. به خاطر همین رنگ صورتش ناگهان قرمز شد و بسیار عصبانی شد. در این زمان خداوند به قائن اخطار داد: چرا خشمگین هستی؟ چرا رنگ صورتت عوض شده؟ گناه برای اینکه به تو حمله کرده نابودت کند، پشت در ایستاده است و منتظر توست. پس تو باید بر قدرت گناه تسلط یابی.
اما چرا قائن به هابیل حسادت کرد و در حضور خداوند عصبانی شد؟ به خاطر اینکه در وجود ما انسان‌ها قدرت گناه است که دوست ندارد خداوند را در قلبش قرار دهد و می‌خواهد مدام کارهای اشتباه انجام دهد. به خاطر همین قائن عبادت خون را نادیده گرفته در عبادت ناموفق شد. او باید سر مار قدیمی یعنی قدرت گناه را با جنگ روحانی نابود می‌کرد. اما چون این کار را نکرد، گناه را انتخاب کرده به دنبالش رفت. تمامی انسان‌ها از پدر دروغین خود شیطان به دنیا آمدند. به خاطر همین قدرت گناه بر همه آنها حکم فرمایی می‌کند. امروز هم به خاطر اتفاق پیدایش سه، هر روز در وجود ما قدرت گناه در حرکت است. پس باید ما همیشه با ایمان به نام مسیح پیدایش 3:15 شروع کنیم. عیسی مسیح شاه واقعی است که نامش کارهای شیطان را نابود می کند. عیسی مسیح کاهن اعظم واقعی است که تمامی لعنت ها و مصیبت ها را نابود کرده است. عیسی مسیح پیامبر واقعی است که با قدرتش راه ملاقات با خدا را باز کرده است. هر لحظه در وجود من بیمانی در حرکت است تا با تنفر، خشم، ناراحتی، ترس و طمع مانع از ایمان به قدرت مسیح شود. پس همکنون باید با قدرت نام عیسی مسیح بر قدرت گناه که پشت در کمین است تسلط پیدا کنم. ای شیطان که همکنون با قدرت گناه در قلب من تنفر، خشم و ناراحتی را ایجاد کرده ای، به نام عیسی مسیح پیدایش 3:15 فرمان می دهم از وجود من دور شو. برکتتان می دهم که این گونه در این هفته نیز با جنگ روحانی سر شیطان را له کرده بر قدرت گناه تسلط پیدا کنید و فقط مسیح را در قلب خود حک کنید و کلام انجیل بهشت خداوند را به 237 کشور جهان رسانده شاگرد زیبای روحانی شوید. ای خدای قادر مطلق، من در قدرت گناه اسیرم و زیر سلطه شیطان هستم. برای رهایی از این نابودی تو حیات خود پیدایش 3:15 عیسی مسیح را دادی تا با ایمان آوردن به او فرزند خداوند شده از هویت و فرزندی خدا لذت ببرم. بسیار سپاسگزارم. همیشه برای تسلط به قدرت گناه زندگی خود را با نام عیسی مسیح پیدایش 3:15 آغاز می کنم تا صورتم مانند خورشید درخشیده شاگرد تو برای بشارت جهانی باشم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.